سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، با کوثر آل علی هستم. سلام بر تو کوثر عزیز. منم سلام دارم علی عزیز و به خدمت بینندگان تلویزیون برابری و همکاران در تلویزیون عرض ادب و احترام دارم. با انقلاب، شکست انقلاب ایران، سرکوب ملیت‌های ساکن ایران یک امر معمولی شد. اگر نوروز 58 رو آغاز سرکوب ملیت‌های ایران در سلندج توسط تیمسار، قرنی و چمران فرض کنیم، 9 خرداد 58 تیمسار مدنی همراه با نیروی سیاه اسلامی، آیت الله جمی و آیت الله جنتی و شمخانی، در واقع سرکوب خلق عرب و کانون خلق عرب ایران رو آغاز کردند و این روند ادامه یافت و ما شاهد سرکوب مردم آذربایجان، خلق ترکمن، باز هم خلق کرد و بلوچ ها بودیم و این روند تا روند همه سرکوب همه ملیت های ساکن ایران، همه دگراندیشان، دگرباشان ادامه پیدا کرد. در نگاهی به 9 خرداد 58 شما چه تصویری از این موقعیت دارین؟ هرچند در واقع باید برای شنوندگان و بینندگان تلویزیون گفت که بحث بر سر تنها تصویر آن روزها نیست، بحث بر سر اینه که چرایی و دلایل و شواهد این ماجراها رو برای درسگیری برای آینده مورد ارزیابی قرار بدیم. شما چه تصویری دارید؟ عرض کنم به حضور شما، من فقط اضافه بکنم در این کشتارهایی که صورت گرفت همه رو فرمودی، ولی جای جنبش دانشجویی رو که در آنچه که به نام انقلاب فرهنگی واقعا معروف شد از یاد نبریم. درسته که در واقع اون هم در بهار 1359 و کمی پیش از جنگ صورت گرفت و مکمل در واقع آخرین سنگرهایی بود که نیروهای دموکرات و چپ به صورت علنی و توسط ستادهایی که در دانشگاه ها مراکز فرهنگی بود فعالیت میکردن و در واقع در اونها هم بسته شد. همونجور که اشاره کردید، غرض از این برنامه در واقع این نیستش که ذکر مصیبت ما بخونیم، اگرچه حوادث تاریخی و متعاقب در واقع آنچه که در بهمن 57 صورت گرفت، هر کدامشون با دیدگاه طبقاتی تاریخی قابل تجزیه و تحلیل هستن. مردم عرب در ایران هم جدای از بقیه نبودند، خصوصا اینکه عنصر سیاسی عرب بخشی از اون عناصر سیاسی در خارج از کشور در چارچوب گفتمانی که در دهه 70 بود و شاید بشه بهترین نمایندش رو انقلاب فلسطین اسم ببریم و در کنار بقیه در خارج از کشور فعالیت میکرد، در داخل هم بچه‌های عرب در زندان‌ها همراه دیگر زندانیان چپ و دموکرات مبارزه میکردن و در زندان ها بودن. با آزادی زندانیان سیاسی طبیعتا و باز شدن فضا و در نتیجه در واقع شاید بشه گفت به نوعی موج انقلابی که در اون شرایط و جامعه ای که به هر حال موج میزد از آزادی خواهی، بچه های زندانی سیاسی عرب هم آمدند و کانون فرهنگی خلق عرب رو در محمره یا همون خرمشهر تشکیل دادند. در کنار کانون فرهنگی در اون مقطع
سازمانی هم به نام سازمان سیاسی خلق عرب ایران، خلق عرب خوزستان در اون شرایط تشکیل شد که از قضا من میتونم بگم از حادثه شاید پدر من در اون سازمان به عنوان یکی از نمایندگان شیخ شبیر خاقانی، آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی و منم به عنوان یکی از بچه‌هایی که اعضای کانون فرهنگی خلق عرب در این حال در جنبش دانشجویی در اون شرایط هم فعالیت میکردیم و به عنوان میشه گفت شاهد زندگی بر اون حوادث. کانون عمر زیادی نکرد، یعنی در فاصله تأسیسش که در نیمه اسفند ماه صورت گرفت تا 9 خرداد زمانی آنچنانی نبود، ولی در تمام اون روزها کانون محل تجمع تمامی جوانانی بود که از ملیت‌های مختلف، یعنی حضور بچه‌های فارس یا فارسی زبان در کنار بچه‌های عرب کمتر از اونها نبود. کانون شب‌های شعر برگزار می‌کرد، کلاس برای اولین بار کلاس آموزش زبان عربی رو به راه انداخت و درها باز بود روزها و شبها تا پاسی از شب به خاطر هوای مناسبی هم که در اون فصل بود محل بحث و مجادله و شعرخوانی و سرودخوانی و برای اولین بار میشه گفت من و امثال من با عکس‌ها و تصاویر کسانی که در گذشته مبارزه می‌کردند، شهید شده بودند و داستان زندگی اونها، کسانی مثل هته و یا دیگران رو بار اول ما در جریان فعالیت‌های کانون دیدیم. در این مدت البته که سازمان سیاسی هم با ترکیبی که ترکیب قبیله‌ای در واقع میشه گفت و بیشتر کسانی رو ما در اونجا شاهد هستیم که حتی به جرات میشه گفت نفر اولش خواندن و نوشتن نمیدونست، اما ایشون هم زندانی سیاسی بود و از زندان آزاد شده بود و حول آیت الله خاقانی اینها جمع شدند و در ابتدای کار هم بحث مراقبت از مرزها بود و حتی اسلحه‌ای که در اختیار اینا قرار گرفت دو تا قبضه جسه و یک جیپ که از این جیپ هایی که توپ 106 بعدها روش میذاشتن، این رو رسما پادگان و ارتش بهشون تحویل داد. اما داستان پشت پرده درست زمانی که تظاهرات مسالمت آمیز داشت صورت میگرفت، شعارهای مردمی بود، کارگران سندیکای بارانداز، کارگران اداره بندر به عنوان بخشی از واقعا طبقاتی که محروم بودن و فضا باز شده بود در کنار کارگران سندیکای پروژه‌ای، حضور زنها رو میشه از اون روزها در واقع به یاد بود. آرام آرام در واقع چهره‌ای آمد وسط که همزمان هم وزیر دفاع بود، بعد فرمانده نیرو دریایی شد، رئیس کشتیرانی جمهوری اسلامی، استاندار در واقع منطقه خوزستان و کسی بود که به هر حال ایشون هم درجه جنرالی و تیمساریش رو در زمان شاه گرفته بود، آقایی به نام احمد مدنی، تیمسار احمد مدنی. خب نگاه به عناوینی که آقای مدنی داره و بعد آنچه رو که پس از سرکوب ایشون راهی رو کرفت مشخص میکنه که از ابتدا چه نقشه‌ای واقعا در واقع انقلاب مردم رو هدف قرار گرفته بود،
جنبش آزادی خواهی و جنبش های دموکراتیک مردمی رو هدف قرار گرفته بود، وگرنه امروز هم به خاطر این برنامه من یک نگاه دیگری واقعا به نشریاتی که در اون مقطع مثلا نیویورک تایمز یا نشریاتی که جبهه ملی خارج از کشور آقایی به نام احمد مصباح که ایشون مسئول متخصصین و نیروهای چه میگن خبره ایرانی در امریکاست، میبینیم که سرتاپا تحریف و دروغ در نوشته های اینا، من جمله اینکه جورج حبش در اون شرایط در منطقه بوده، جورج تمامی جنبش فلسطین پشتیبان خمینی بودن در اون شرایط و پشتیبان انقلاب مردم بودن در واقع، صرف نظر از اینکه این انقلاب رو چه کسی برش سوار شد و به کجا رسید و چه کسی در اون شرایط حکومت میکرد، به دلیل شعارهای ضد آمریکایی، به دلیل شعارهای ضد اسرائیلی، نیروهایی که از بیرون بودن، نیروهای انقلابی در سطح جهان از جنبش مردم در ایران حمایت میکرده. منتها دیده میشه که ضد و نقیزهایی حتی در نوشته این آقای احمد مصباح، آقای آیت الله آل شبیر خاقانی رو رهبر سنی مذهبان معرفی کردن و این مقاله در سایتی در سایت گویا منتشر شده و جای تعجب داره که نویسنده مقاله نه با خود مردم در اون شرایط که اساساً سنی ها در یه اقلیت خیلی مطلقی بودن، اصلا رهبری به اون شکل نداشتن در منطقه، کسی از سنی ها در مقابل رژیم نبود و آلی شبر خاقانی هم یک روحانی شیعه شناخته شده ای بود و تازه خودش از جمله کسانی بود که همکاری نزدیکی با آیت الله خمینی و دیگران داشت در واقع کمک به روحانیون و آخوندهایی که می اومدن و از طریق آل شبر به عراق می رفتن در فرار از ساواک. من عرضم اینه که شرایطی که در اون زمان بود امروز ما می تونیم با نگاهی بهش بینیم که با چه ابعادی برنامه سکوب انقلاب پیش بینی شده بود. تمامی حوادث رو که امروز ما به هم ربط بدیم، آنچه که در ساعت 4 صبح من برای واقعا نسل امروز به عنوان شاهد زنده میگم، در 4 صبح روز چهارشنبه 9 خرداد 1358 که برابر بود با 3 می 1979، نیروی ویژه کماندو نیروی دریایی از پایگاه دریایی در محمره در خرمشهر درست از آن طرف رودخانه به نخست به محل تحصن جوانهایی که غالبا هم جوانهای مدرسه‌ای بودن، جوانهای دبیرستانی بودن، در کانون فرهنگی حمله کردند و پس از اینکه اونجا یه عده‌ای رو مثلا خود برادر کوچکی من مثلا مهم من بچه‌ای که اونجا واقعا داشتند خیلی با خوشحالی برنامه هایی که انجام می شد در اونجا دنبال می کردن، اینا رو یه سریشون دستگیر و با هلیکوپتر مستقیما به پایگاه دسفول فرستادن و پس از اینکه کانون رو تخلیه کردن بلافاصله و البته از طریق آب هم از طریق این ناوچه های کوچیک لکامپوته هایی که داشتن به سازمان سیاسی هم حمله کردن. سازمان سیاسی هم اسلحه‌ای که به جرأت میکنم گفت تا اون روز من هیچ گونه موافقتی با مواضع سیاسی سازمان سیاسی با فرض به اینکه پدر من هم در اونجا بود نداشته و ندارم و امروز هم اینو اعلام میکنم، اما تبلیغاتی که صورت میگیره و اینکه اونجا مرکز اسلحه بود
اونجا دو تا نگهبان داشت در بالای پشت بام با اسلحه کاملا معمولی شکاری که اینا نگهبانی میدادن. اون دو تا کشته میشن و ساختمون هم به تصرف کماندو در میاد، حکومت نظامی اعلام میشه. عکس هایی که امروز هم موجوده در اینترنت به صورت کافی و نقابدارانی که شهر رو اشغال میکنن، و حتی من میخوام به دوستان بیننده اینا بگم دقت در عکس ها بشه، حتی شلوار هایی که اینا در اون شرایط پوشیدن نشون میده که اینها آدم های نبودن که مال بچه های شهر نبودن، حتی بچه های به اصطلاح کانون فرهنگی نظامی هم نبودن در ابتدا. کسانی مثل آقای جهان آرا و رضای موسوی که کانون فرهنگی نظامی اسلامی رو در مقابل کانون فرهنگی خلق عرب تأسیس کردن، در اون شرایط روزهای اول اینا هم از صحنه کنار گذاشته شدن و نیروهایی که نقاب به صورت بسته بودند در اونجا به کشتار دست دادن. آماری که همین امروز از طرف جریاناتی مثل جبهه ملی، طرفداران آقای احمد مدنی، حتی نظام پخش میشه، حکایت از کشته شدن 40 نفر حداقل داره. بحث این نیست که تعداد رو ما بیاییم امروز بگیم 100 نفر یا بیشتر یا کمتر، بحث اینه که روز 9 خرداد شروع کشتارهای دست جمعی بود، شروع اعدام ها بود، و پس از اون ما اعدام ها و دستگیری ها و بازداشت ها رو به صورت فلعی داشتیم، و تعداد 40 نفری هم که اعلام میکنن رقم کمی نیست برای شهر کوچیکی مثل محمده در اون شرایط، و کل فعالیت هایی که بود فعالیت هایی که مسالمت آمیز بود، به هیچ عنوان صدای یک ترقه هم پیش از چهارشنبه 9 خرداد که به چهارشنبه سیاه معروف شد ما در شهر نداشتیم، نه در شهر محمده، نه در شهر آبادان، نه در اهواز، و آنچه که بود واقعا فعالیت هایی بود که به نوعی ارتباط داشت با دانشگاه ها، با سازمان های چپ که در واقع ستادهایی رو داشتن، دفتر داشتن در اون شرایط، و اون هم به دلیل ارتباطی که از زندان در واقع برقرار شده بود، و داستان زندان هم داستان هایی است که به هر حال برنامه های خاص خودشون خود. من در خدمت هستم. شما به یه سری در واقع یه تصویری از اون موقعیت دادید، تصویری که مثلا توی کردستان، توی ترکمن صحرا، توی مشخصا چه وجود داشت، یعنی یه سری کانون های مثل کانون خلق عرب، کانون های در واقع و شوراها و بنکه ها مثلا توی کردستان درست شده بود، شوراهای خلق ترکمن بود که مثلا توماج و در واقع یارانش در ترکمن صحرا دهخانها رو سازمان داده بودن، آموزش زبان، سواد آموزی، ساختن در واقع نهادهای مستقلی که بتونه به مردم خدمت کنه، هویت این حاشیه شدگی مردم ترکمن صحرا یا حاشیه شدگی مردم کردستان یا حاشیه شدگی مردم عرب از طریق این کانونها با آوردن این نیروها داشت حل میشد، یعنی اونها راه حلی که در واقع توی جامعه توسط این نیروی در واقع چپ و دموکرات و آزادی خواه مطرح شده بود این بود که اینها از حاشیه شدگی در بیان، برای درآمدن از حاشیه شدگی سازمان دادن مستقل اینها، آموزش زبان، خواندن و نوشتن، ایجاد کار، ایجاد آموزش، ایجاد ارتباط، برانگیختن زبان و موسیقی و ادبیات یکی از راه‌های به طور واقعی عملی بود. ما تو کردستان شاهد بودیم که یعنی در واقع مثلا قرنی اون موقع این کار کرد، تیمسار قرنی هم یکی از کسانی بود که ملی بود به اصطلاح، و همراه با چمرانی که باز با نهضت آزادی بود اونها سرکوب کردستان رو شروع کردن. اینجا هم تیمسار مدنی که بعدا خودش به تبعید اومد و کشته شد و مرد، اون همین در واقع در اتحاد با در واقع جریان خمینی
سرکوب رو سازمان دادن، یعنی در واقع نذاشتن جامعه از اون حاشیه شدگی بیرون بیاد. و ما این روند رو توی ترکمن صحرا، توی در واقع بلوچستان، توی کردستان، توی آذربایجان، توی همین جاها داشتیم. این هر جا که علیه قدرت مرکزی بلند شدن سرکوب به وجود اومد. و اونجا مثلا توی کردستان روشنه، جریانات متحد شدن، نیروی قوی تری بود، تونستن مذاکراتی رو توی دوره هایی پیش ببرن. هرچند خط خمینی و جریان اسلامی این بود که سرکوب کنه که بتونه خلافت اسلامی رو، ولایت مطلقه فقیه رو سازمان بده. توی خوزستان در واقع موازی این گروه ها چطور بود؟ چون اونجا یک موقعیت بعداً مسئله جنگ هم پیش اومد که آوارگی های بزرگتر رو چه سازمان داد؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید، پس از در واقع سقوط رژیم شاهنشاهی، برای اولین بار مشاهده نشریاتی به دو زبان عربی و فارسی بود. نشریاتی مثل طریق الکادهین که سازمان راه کارگر میداد، نشریه النضال که فدایان میدادن به صورت فارسی و عربی، و نشریه الکفاح که این نشریه در واقع بخش عربیش رو من میتونم بگم که بچه های جبهه خلق برای آزادی الاهواز اون موقع، بچه های چپی که اینها تا سال 1975 در عراق بودن، بعد از موافقتنامه الجزایر ناچار به ترک عراق شدن و مخفیانه از عراق فرار کردن به دلیل اینکه اساساً زیر بار سیاست‌های حکومت عراق در اون زمان نمی‌رفتن. بعد به سوریه رفتن و از سوریه به یمن و لبنان و یمن و لیبی، و در واقع اینها بعد از سقوط شاه باز به امید اینکه بالاخره مردم دارن به آزادی‌هایی که به حقوق دموکراتیک خودشون دست پیدا می‌کنن آمدن. و همونجور که شما هم اشاره کردین، در تمام ایران ما شاهد سرودهایی برای اولین بار به زبان فارسی در ارتباط با خلق ترکمن، با خلق کرد، و سرودهای عربی و نشریات عربی و فارسی، و در واقع به نوعی یک حرکت فرهنگی که زمان نیاز داشت تا به اون در واقع باز یافت بسیاری از حقوقهای فرهنگی برسه. مسئله حاشیه، لااقل به حاشیه راندن این ملیت ها از لحاظ فرهنگی میتونست جنبه لااقل عملی به خودش بگیره که بیان مردم در کنار هم. اما همونجوری که عرض کردم من در صحبتام، جریانی که آقای مدنی یا آقای قرنی یا اساساً کل جبهه ملی با مسئلهی به نام ملیت ها تا به امروز، حتی امروز هم حاضر نیستن و حقایق رو بفهمن و وجود این مردم رو در این جغرافیا بپذیرن با خصوصیات خودشون و با مسئله خودشون، در اون شرایط که طبیعی است که اینها امثال آقای قرنی و آقای مدنی، من میتونم به جرات بگم که فقط با شیوه های پدران تاجدارشون با مردم برخورد میکردن. دیری نه که به اصطلاح نینجامید که آقای مدنی در انتخابات ریاست جمهوری بلافاصله معلوم شد که حتی کمپینش با پول خارج از کشور و پول امریکایی ها، و این رو خود نشریه نیویورک تایمز در واقع افشا کرد. صحبت من هم نیست، امروز هم در اینترنت موجوده، رقم بین $1.5 میلیون که طرفداران ایشون در تلویزیوناشون دارن میگن که آقا اون پول رو مدنی برای خودش نگرفت، بلکه برای نمیدونم نظامیانی که در خارج بودن یا به این شکل. به هر حال هدف از همون ابتدا سرکوب
در واقع نیروهایی که در انقلاب شرکت کردن نیروهای چپ و دموکرات بود و کشتاری که بعدها عملا دیدیم، حتی اسیرانی که در زندانها بودن هم جان سالم به در نبردن، صرف نظر از اونهایی که در بیرون بودن. و آنچه رو که برای این انقلاب در واقع به عنوان سیناریو نوشته شده بود در طول این سالهای اخیر ما به وضوح دیدیم و به چهره کریهش رو در جنبش‌های مردمی که از سال 2011 در جهان عرب هم صورت گرفت به وضوح، که در واقع مشکل با واژه‌ای به نام انقلاب، با دگرگونی، با در واقع تغییر ژرف، تغییرات ژرف اجتماعی در این جوامع هست و نه با این شخص یا اون شخص یا این ملیت یا اون ملیت. و این رو هم ما امروزه در واقع داریم میبینیم. اون چیزی که در واقع باز نگاهی آدم میکنه به گذشته اینه که تا حد زیادی نیروی ترقی‌خواه، نیروی آزاداندیش میخواست حاشیه شدگی مردمان رو در بیاره و همه رو در واقع برای حقوق برابر، حقوق انسانی و آزادی که همه مردمان در کنار هم باشن در واقع سازمان بده. این حاشیه شدگی همچنان باقی است و در واقع ما با حاشیه شدگی بیشتر و موضوعات جدیتری روبرویم. یعنی دوره‌ای که منطقه خوزستان و کل منطقه غرب ایران زیر 8 سال جنگ با ویرانی‌های بزرگ روبرو شد و مهاجرت‌های بزرگ، مهاجرت‌هایی که همچنان عنصر جنگ زده در این دیار باقیه بعد از 20 و خورده سال از پایان جنگ، و همچنان ویرانی‌ها در محمره یا خرمشهر، آبادان و شهرهای مختلف چی همچنان باقیه و ما شاهد یک ویرانی گسترده تر به نام ویرانی های زیست محیطی روبرویم که زندگی رو در واقع بسیار غیر ممکن کرده اونجا. تو این مجموعه ما شاهد جنبش های جدیدی هستیم، جنبش های دفاع از کارون، جنبش های دفاع از محیط زیست، دفاع از حق کار، دفاع از حق زبان مادری. و تو این دوره مسئله زبان های مادری به یک امر بسیار جدی روبرو شد و تحمیل شده به رژیم تا حد زیادی، و جنبش های محیط زیستی، دفاع از محیط زیست و جنبش های مختلف با شرکت جوانان خصوصا زنان زیادی روبروه. چقدر ارتباط میدین این جنبش ها رو با جنبشی که در گذشته جریان داشت و چه آینده‌ای میبینین برای این حرکت ها؟ بدیهیه که در واقع همیشه گذشته چراغ راه آینده بوده و در واقع بدون توجه به تاریخ نمیشه فقط به آنچه که امروز هست. جنبش هایی که امروز بر سر صحنه هستند در واقع جنبش های مطالبه محوری هستند که جنبه دموکراتیکشون به شکل کاملا ملحوظی بر روی صحنه هست و این هم ناشی از اینکه امروز در این حالی که ما با میدیایی طرف هستیم، در واقع میدیای مسلطی که سر تا پا سمومه، در این حال ارتباط مردم هم راحت تر شده و استفاده از وسایل و اینترنت کمک میکنه به فعالان جنبش های مثل جنبش های محیط زیست، جنبش های زنان، جنبش های در واقع فرهنگی، اونچه که در مقابل خشک شدن و انحراف آب کارون از سرچشمه یا خوش شدن دریاچه ارومیه یا سایر شرایط، از این آلودگی هوایی که در واقع در منطقه یا در شهر اهواز که 2 سال پیاپی به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی میشه، دیگه اینجا فرقی بین عرب و غیر عرب هم نمیذاره و مردم ساکن منطقه از همه طبقاتی که در اونجا هستن در مقابل مرگ، در مقابل بیماری هایی که واقعا شناخته شده هم نیستن، امروز
متحد حقوق خودشون، حقوق حق زندگی، حق نوشیدن آب سالم، حق تنفس رو مطالبه میکنن. طبیعیه که در نتیجه چنین جنبشایی به کار به حقوق سیاسی هم میرسه و مشکلاتی که بر سر انتخابات در شورای شهر در مناطق ملی عملا بعد از این انتخابات اخیر هم دیدیم نشونه بارزی است از اینکه وقتی کار از جنبش‌های مدنی، جنبش‌های مطالبه محور میرسه، میرسه به جایی که جنبه سیاسی میگیره و اونجاست که ما به تعارض میرسیم مثل گذشته که اجازه نمیدن که عنصر بومی، عنصر محلی بیاد و حتی در جایی مثل شورای شهر شرکت بکنه و اینجاست که ضعف این جنبش ها در نبود سازماندهی سیاسی روشن میشه. به نظر من آنچه که ما بعد از انتخابات شاهد بودیم و اعتراضاتی که بر سر تقلبا میشه دو جنبه داره. یکی اینکه کسی بخواد تصور این انتخابات بدون تقلب را در وضع کنونی از جمهوری اسلامی و انتخاباتی که در اونجا صورت میگیره داشته باشه، این یک ساده لوحانه است. به نظر من بسیار ساده لوحانه است از نظر سیاسی که تصور بکنیم تقلب صورت نمیگیره. یک در اما در نقطه مقابل بخش که در انتخابات شرکت میکنه و بعد اعتراض میکنه به تقلب و نمیرسه، اون باید هم نگاه بکنه که از نظر سازماندهی کار، کمپین انتخاباتی، مسائل قبیله‌ای، حتی دعواهای خانوادگی در این انتخابات و نشون میده که جای سازمان‌های سیاسی دموکراتیک، جای سازمان‌های سیاسی مترقی در چنین انتخاباتی که اساساً مسئله‌ای به نام حزب و سازمان و گروه سیاسی از سرش تا بدنه، از مرکز در تهران تا در حاشیه‌ترین نقاط در بلوچستان یا نمیدونم در کردستان و غیره، ما جایی برای اینها نمیبینیم و نهایتاً اون روندی که طی میشه دوباره به یک بنبست میرسه و به نقطه تصادم بین مردم و حاکمیتی که به هیچ عنوان حاضر نیست مردم رو در سرنوشت خودشون حتی شریک بکنه خواهد انجامید. همیشه به عنوان سوال آخر، با توجه به این تحرکاتی که سعودی ها و قطری ها و اسرائیلی ها در منطقه دارن و تمرکز و بودجه فراوان برای دامن زدن به جنگ های نیابتی، فکر میکنید که آینده چه خواهد بود و چقدر باید هوشیار بود که این مصیبت ها و اینها بتونه نه فقط پایان پیدا بکنه بلکه حداقل گسترش پیدا نکنه؟ نکته بسیار خوبی است. تاریخ به ما نشون داده و من خودم این رو یکی دو بار و حتی در سال 2011 در بزرگداشت در واقع سال روز انتفاضه 2005 اهواز هم عرض کردم، تاریخ به ما نشون داده که کشورهای همسایه، کشورهای اصولا دولت‌ها به دنبال منافع خودشون هستن. امکان نداره امروز تصور بکنیم در یک کشور خلیجی بخواد از عراق سال 1975 یا بعد از اون یا در سال 1979 قوی تر باشه. امکان پذیر نیست و این رو تاریخ به ما نشون داد. و جنبش های عربی را هم ما دیدیم که به هیچ عنوان تصور این رو ما نمیتونیم داشته باشیم که امروز گروهی، حزبی، دولتی در مرز، در آن سوی مرزها بیشتر از حزب بعث، چه در سوریه چه در عراق، در هر دو تا شعار ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم را همزمان بخواد بده و در نهایت ما امروز آواره هایی رو که در اروپا، در کانادا از بین انسان هایی که صادقانه فقط حقوق ملی خودشون رو میخواستن و بعد از سالها واقعا فقط دربدری نصیبشون شد، ما بتونیم امیدی داشته باشیم که
از خارج از مرزها و از خارج از پتانسیل مردم در داخل بتونیم به جای برسیم به نظر نمیاد. اما واقعیت اینه که تخریب همیشه ساده تر از سازندگی است. منطقه هنوز آبستن حوادث بسیاری است. کنفرانس اخیر به خوبی نشون داد، منظورم کنفرانسی که آقای ترامپ و دیگران در ریاض انجام دادن، به خوبی نشون میده که به هیچ عنوان کار و به لیبی و عراق و سوریه ختم نشده و یمن که امروز سال سومشه که در بدبختی و در طاعون و در فقر و گرسنگی داره با در واقع سر میکنه، قرار نیست که کار به اینجاها بکشه. اما این هم به نظر من دلیلی نیست که ما مطالبه نکنیم حقوقمونو و این نقطه مقابلی رو که حساب بکنیم، یک لولوی به نام امریکا یا اسرائیل رو هم بخوایم علم بکنیم که در بس بیاریم برای حفظ، واقعا چه من نمیدونم، برای حفظ جغرافیا یا برای این، تن بدیم به وضعیتی که به هیچ عنوان مردم درش نه جایگاهی دارن، نه حقی دارن و نه امکان حتی سر سوزنی صحبت کردن. ممنون و سپاس. امید که باز بتونیم در حال تصویرهای از منطقه باز در گفتگوهای آینده با داشته باشیم و با بینندگان تلویزیون برابری درباره اوضاع وحشتناکی که در منطقه ما هست و لزوم مبارزه برای مطالبات دموکراتیک و انسانی مردمان بتونیم به همبستگی سازمان دادن، یک همبستگی بزرگی که بتونه علیه جنگ و استبداد، نکبت و سرمایه‌داری اسلامی و نیروی تخریب بزرگی که منطقه ما رو فرا گرفته بتونیم گفتگوهایی رو سازمان بدیم. ممنون و سپاس از کوثر گرامی و شما بینندگان عزیز که حوصله کردید.